سلام، همسایه خوبم، چطوری؟ قربونت برم، مرسی. چی حمام آفتاب میگیری ها؟ خوش به حالت. نه بابا، من اومدم یه 10 دقیقه وقت نهار خونه، گفتم نهارمو تو خونه بخورم با خیال راحت که این غذا یه ذره به من بچسبه. انقدر آدم میره بیرون آتشخالو تونتون به شکم واموندش میندازه که دل و روده ی آدم به هم میخوره. گفتم یه 10 دقیقه بیام خونه یه نفس راحت بکشم و غذا بخورم. قربونت برم. ها نه بابا، باید برگردم اداره، خراب شده، بعدش هم میتینگ دارم. اوه گفتی، یه دقیقه همونجا که هستی تکون نخور، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چشمتو به هم نزنه. خب میخوام یه چیزی بپوشم امروز، میخوام تو ببینی به هم بگی کدومش خوبه. گوش کن، اینو دیدی؟ آهان، اینها، این ببین کدوم کت بهتره. میخوام یه چیزی بپوشم که هم پرفشنال باشه برای سر کار، هم یه ذره سکسی باشه برای بعد کار. قرار دارم بعد چند سال، نگاه کن، همون جوری وایسته تا اون یکی رو بپوشم. آره گفتیم مام دیگه بعد عمری و سالی گفتیم یه بیرون بریم، منتها باید یه چیزی بپوشم که خیلی تو ذوق نزنه مادر. این چطوره؟ اه جون من، راستشو بگو، خیلی همچین جامه نمیندازه بیرون؟ نه؟ خب خوبه، منم همین فکر رو میکنم، آخه نمیخوام خیلی همچین تنگ و اینا باشه. این رئیس پدر سختم، بعد میتینگم باید برم بهش گزارش بدم. تمام حواسش به همه جای من هست بجز گزارشی که میدم. میگم آقای رئیس، مثلا بردم گزارش اداره مالی رو بدم، این همه ورقو من باید ببرم حالا براش بخونم. آقای رئیس، مثلا اداره امور مالی این بودجه رو گفته. ماهاتون رو رنگ کردی؟ وا لاغر شدی؟ پدر سخته حواسش به همه چی هست بجز حرفی که من میزنم. یک کلام آدمو جدی نمیگیره. میگم نه خیلی لاغر نشدم، مامم رنگ نکردم، این گزارش جوابشو به من بدین. وا خب همه حواسش به پرپاچو سینه آدمه. قربون خدا برم، شکرت تو این دنیا از دار و ندار دنیای دوتا چیزا به نسبت مساوی به ما تقسیم کرد که الهی اونم قربونش برم نمیداد بهتر بود. یعنی استغفرالله، اونم نمیداد، اون مردی که یه جایی رو پیدا میکرد که چششو زل بزنه بهش. آره اصلا اعصابم خورد میشه هر دفعه که فکر میکنم با این بعد برم توی یه اتاق یه گزارش بدم یا یه چیزی بپرسم، موهای تنم همینجوری سیخ سیخ میشه. اگه امروز من خراب نکنه این مردی که خوبه. نه بابا، ساعت چنده؟ من که ساعتم همیشه 10 دقیقه جلو میذارم که خودم رو تلک بزنم، بعضی وقتا هم نمیدونم 10 دقیقه جلوس یا 15 دقیقه، قاطی میکنم. بابا قربونت برم، من 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم. خیلی خوب، این ناهاره گرم. نه بابا، مگه نمیبینی سر راه از برگر کینگ یه ساندویچ گرفتم؟ من از این لاکچریا ندارم قربونت برم، تو میتونی ناهار گرم بخوری. گفتم همین که بیام خونه بخورم باز یه نعمتیه. ببخشید، بفرمایی، از اینجا هم نمیرسه اینجا، بفرما، ببخشید. قربونت برم، باید 2-3 تا کار دارم بکنم و همینجور بشین اونجا، تو رو خود سن منم مشغول کن، من حوصله‌ام سر نره. نه آرش مارشم کردم، ماسک صورتم رو صبح زدم، 2 تا بیگودی اینجا میپیچم و لاکم رو میزنم، بعدشو لاک آخر سر بزنم. وای تو چه باهوشی، یا راست میگی، یک بار نشده من این لاک وامونده رو به این ناخونم بزنم کاملا خوش بشه، هر دفعه باید به یه طرف بچسبه، به در و دیوار. راست میگی، آخر سر میذارم. خیلی خوب، بیگودیا رو میپیچم، بعد کلیپس دماغم، بعدش این کلیپس دماغ دیگه. وا همه کجا گذاشتم؟ اینها موچین خودمون. روزی 10 دقیقه کلیپس دماغ موچینه تا بزن به دماغ، پره های دماغت اینه ها دماغ عمل کرده میمونه. جورتو نمیدونی؟ من مادرم همیشه گفته 10 سال این کارو میکنم. نه قربونت، من از این پولا ندارم دماغ هم حل کنم. نه اینشورنس هم کاور نمیکنه، یعنی تابستون از تو چه پنهون، تابستون قراره اینشورنس هم عوض کنم، شاید کاور بکنه، اون موقع دماغم عمل میکنم، یعنی انحراف بینی ما عمل میکنم، انحراف بینی دارم، شبا نمیتونم نفس بکشم.
شهرین؟ آره مادر، شنیدم ندیدمش. راست میگی؟ دماغش خوب شده ها؟ اصلا نمیشه فهمی. واه، میگم ما خودمونیم، غیبتش نباشه خدایا. ولی اگه آدم قرار نباشه بفهمه که دماغش عمل کرده، خب چرا 5-6000 دلار بده عمل کنه؟ ها، یعنی اینقدر طبیعی باشه که معلوم باشه، ولی رو درواشی کنی بپرسی ازش عمل کرده یا نه ها؟ پناه بر خدا. اون چیزو بگو مهوش خانوم، سالی یک بار صورتشو همچین میکشه که حداقل یک بار. امسالم که اصلا به روش نمیاره، رفته تمام چربیای شکمشو قطعه قطعه لایه لایه بریدن. آره خواه، خوب داره ماشاءالله دارندگی، ولی میگم ها دارندگی هم نیست. بیا خواهر بدبختش هم رفت پارسال اون شکمشو تیکه تیکه بریدن، الان یک سال از عفونت داره دوا درمون میکنه. نه خواهر، من از این کارا نمیتونم کنم. من نفسمو میدم تو، مخصوصا وقتی دارم یه جا میرم راه بخوام برم، این نفس مامونده رو بده تو، تمام اینا رو میپوشینه. یعنی از ما هم گذشته دیگه اینا رو بپوشینیم. ولی خب راه قربونت برم، من اینا رو بذارم کدوم بود به ترتیب به من یادآوری که اول این قرار شد بذارم. آها خیلی خب، یه 10-5 دقیقه هم این بیگودی ها رو سر من باشه کار خودشو میکنه. خیلی خب، این بیگودی، اینم بیگودی دوم، یه ذره حالت بده کافیه ها. آها، بعدش قرار بود چیکار کنم؟ لاک نه ها، کلیپ زدم آخر. آها این پره های دماغتو بهتر از دماغ عمل کرده میکنه. خیلی خوب، روش گونم هم بزنم، ماسک صورتم هم صبح زدم، همه کاریشو کردم. نخواهم چشامو، نه نمیرسم، نه 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم. یعنی چجوری بگم، سب کن بینم، دو تا چراغ قرمز دارم، یه دونه استاپ ساین. چراغ قرمز اول یه چشم رو ریمل بزنم، چراغ قرمز دوم چشم دومم و سر استاپ ساینم که لیپستیکم و آن لاکم، یعنی لاک دارم و فقط این نوکاش رفته. گفتم این نوکاش یه رنگ روی بزنم. وای حالا مگه خوش میشه؟ میگم چجوری رانندگی کنم خواهم؟ با احتیاط؟ سب کن میرم. آره میشه. میگم نکنه فرمون از دستم در بره. نه خیلی خیلی آخ نفسم، نفسم گرفت. میگن که خب از قدیم گفتن بکش و خوشگلم کن. این کفشا رو که من نمیتونم بپوشم، ولی باید بپوشم، بعضی وقتا باید پاشنه بلند بپوشم. ای نهو قورباغه رو برم وقتی بپوشمشو. میگم حالا یکیشو بپوشم یه ذره عادت کنم، موقعی رفتنم اون یکی رو بپوشم تا برسم به اداره عادت کردم. خیلی خوب، اینم رو بردارم و میگم ببخشید و من یه ساندویج دیگه، یه ذره یه گاز دیگه بزنم. با کسی خوش کلم تو آخه. خیلی خوبه، همه چی مرتب؟ واس کنم موهام رو، راست میگی؟ خیلی خوب، تو میگی دیگه. اوه شکم همو یادواری کن به. آها مردم مادم، ولی فقط 10 دقیقه است. 10 دقیقه این کار رو کن، یه روز تمام خوشگل خوشگل. اوه الان ناخونم و همه جا میچسبه. چطورم؟ خوبه؟ آها